جاوا اسکریپت، کار میکنه. خب تیبل ها رو من نگفتم توی NTHL، بیایم تو NTHL تیبل ها رو من بررسی بکنم. خوبه حالا دیگه بلدی دیگه، آب خورده قدرتون میکرد. من میگم تیبل و تیبل، حالا یه تیاری دارید، در واقع یه تی دی دارید، حالا مثلا باشه مقدار یک، مثلا دو، سه و چهار، کنترل دی، و حالا یه چهار تا من میخوام در واقع تیار داشته باشه. این رو هم همینطور. الان اگه Alt F2 بزنیم خب طبیعتا یه همچین شکل ماتریس توری رو دارید ببینید. حالا میخوام این رو بهش در واقع بیام بسرایید. فرض کنید تیبل بیام بگیم ویت باشه مثلا 1000 پیکسل، هیت میتونید اوتو بدید یا هیت ندید اصلا، حالا بزنید هیت رو ندید و یه بکگراند کالر بده ببینید چه خبره. یه همچین چیزی رو گرفت. خب شما میتونید از دستور مارجین استفاده کنید، صفر رو تو بکشونیش وسط بیاد وسط. میتونیم از دستور بوردر رو هم استفاده بکنیم، یه بوردر بهش بدیم. حالا فرض کنید دو پیکسل این ست مثلا لایت یا بلک بود، حالا لایت گری هم لایت گری ببینیم چه خبر. این شکل هم اومد یه بوردر هم گرفت. خب یه بریم برای بقیهش، برای فرزنداش. میگیم تیبل تیار ویتسش باشه اندازه پدرش، اینهریت باشه و هیتش رو میتونی تعیین بکنیم، مثلا بگید 50 پیکسل و یه بکگراند کالر هم براش مشخص کنیم، مثلا بشه اورنج. ببینیم چی میشه. به این شکل اومد همشون به این مقدار قرار گرفتن. یه نکته اینا ببینید بینشون به این حالت هست. ما میرفتیم قبلا سل اسپیسینگ و سل پدینگ رو میومدیم صرف میکردیم. خب این فیلمی که دارم میگیرم در واقع برای تیبل هم هست، تیبل رو در واقع کامل یاد بگیرید به چه صورت هست. میدونی تیبل رو یه مقدار دارم به نام border collapse، border collapse و این مقدار رو حالت collapse قرار بدید. وقتی collapse قرار میدید میاد بین اینا رو در واقع مقدارش رو برد یا ها پدینگ رو استناسه. خب این که خیلی زشت شد که من الان اینجا دارم رنگ رو کلن یه رنگ شده، من میتونم الان اینجا برگردم بگم چی؟ NTH child درسته؟ و میام اینجا یه کنترل دی دیگه هم میزنم، این رو هم یه انتیه چارت چه قرار ده. خب ما میتونیم از مقادیر آد و ایون هم استفاده کنیم. برگردیم بگیم آد، آد میشه فرد، این میشه ایون زوج، و بیایم اینجا اورنج رو در واقع مقادیرش رو عوض بکنیم، مثلا این میشه این رنگ. الان چه اتفاقی میفته؟ اگر شما این فرش رو بزنید میبینید در واقع فردا اومدن نارنجی شدن، زوجا اومدن چه شکل شد؟ اومد به این رنگ شد. پس من میتونم به این صورت هم شروع کنم مقادیرش رو تغییر دادن. میتونم حالا تازه یه ذره جلوتر برم و بیام برگردم بگم بچه ها در واقع آدها بیان تی دی هاشون، بچه هاشون که تی دی هستن مثلا یه بوردر داشته باشن، مثلا یه بوردر دو پیکسل این ست مثلا بلک و یه رفرش بکنم و ببینید اینا گرفتن اونایی دیگه نگرفت. ما میتونیم برای اینها هم قرار بدیم کنترل سی بزنیم و کنترل بی و اینها بشه مقدار ایون. بیاد به زوجا هم بده مثلا مقدار. بیاد زوجا هم اومدن به این شکل گرفتن. لازم میتونست تکست الاینشون رو سنتر بکنیم که بیان وسط، فرزندا اونا هم همینطور بیان وسط، تکست الاینشون بشه سنتر. خب به این شکل. حالا اگه من بخوام به طور مثال یه کاری بکنم این آدها مثلا اینا که فردن، این سلول دومشون چیز بشه، رنگاشون عوض بشه، آیا میشه؟ ما هم چون کار میتونیم انجام بدیم، بیایم برگردیم بگیم که مثلا بیاد بکگراند کالراشون رو بیایم عوض کنیم. حالا آد نیست تی دی هاش، مثلا بکگراند کالراش رو بگیم بیاد بشه گرین بشه. خب بزنید همشون رنگش سبز شد، ولی من میخوام یکی در میون سبز رنگ بشه. چیکار باید بکنم؟ میتونم برگردم دوباره از همون انتیه چار مقدار مثلا آد استفاده کنم. خب من این رو هم یه کپی میگیرم، چرا از کلا کپی میگیرم، یه کنترل دی میزنم، این رو بکنم ایون. خب و رنگ این رو مثلا میذارم پینک، ببینم چه اتفاق میفته. ببینید یعنی تونستم یه مرحله باز برم جلوتر. برگشتم گفتم تی دی هایی که
زوج هستن که توی تیارایی که فرد هستن که تو تیبل هستن قشنگ نگاه کن چند تا مرحله شرط گذاشتم، شرط گذاری کردم قشنگ اومدم رنگاشونو به این شکل تونستم هی برم داخلش عوض کنم. پس به این شکل ما میتونیم از اینا استفاده کنیم، خیلی خوبه این انتی چایلد، میتونید به این شکل ازش استفاده کنید. تازه میتونید هاور هم بذارید برای اینا، مثلا اگر بگید یه تیبل که تیار داره و بذارید تی دی ها رو پاک بکنم، بذارید حالت قبلش قرار بگیر به این شکل، خیلی پاک کردم، بذارید تی دی هاش باشه و رنگ هم نمیخواد بگیر، فقط همین چیز داشته باشه، بورد داشته باشه بهش. خب من میخوام روی در واقع تیاره مثلا انتی چایلد ایون یا آد، آد وقتی هاور شد یا چی بشه مثلا تیاره وقتی مقدار هاور شد بیاد انتی چایلدش آدش مثلا رنگش عوض بشه. من دارم میگم که ببین تیار وقتی هاور شد انتی چایلد آدش مقادیری که وجود داره بیاد رنگش عوض بشه. به طور مثال من برمیگردم میگم بک‌گراند کالرت مثلا بشه این رنگی، البته این رنگی بالاییشه پایینیشه، یه رنگ دیگه انتخاب کنم مثلا این رنگ. ببینید دارم میگم تیار وقتی هاور شدی انتی چایلد آدت بیاد این رنگی بشه. حالا شما میتونید توی آد بیاید چیکار کنید، توی در واقع تیارش بیاید یه دونه ترانزیشن هم بذارید مقدار آر مقدار مثلا نیم ثانیه ایست به همین راحتی بیاد اینجا. حالا میذارم و نیم ثانیه در واقع میاد تحریم کنم. خب سوال رو ببینید چی بود بچه ها پرسیدن چی شده خانم امین کاشانی؟ الان مشکل چیه خانم همین کاشن؟ صدا ما نداری؟ خارج شد دوباره وارد شد. خب صدا رو دارید الان؟ صدا رو دارید؟ اگه صدا من رو دارید عدد یک رو چاپ کنید. خب صدا خب چرا اینقدر میرید بیرون میاید تو؟ خب به این شکل الان اومده پیاده کردم دیگه، من اومدم از انتی چایل استفاده کردم، اومدم یه مقدار تیبلم رو حرفه‌ای تر نوشتم. پس میتونید به این شکل به برگرد بگید تیار وقتی هاور شد انتی چایلش آدش بیاد رنگش این بشه. اومدم از سودو کلاس در واقع هاور و سودو کلاس انتی چال کنار هم دیگه استفاده آیا میشه استفاده که آره ما اومدیم اینجا یه مثال رو زدیم و یادش کردیم. خب این فعلا باشه برای سودو کلاس ها. سودو کلاس ها بیشتره، جلسه بعد بحث های چک و موارد های دیگر رو هم میام بررسی میکنم ببینید چه جوری هستش. حالا تایم داریم خداش تا از این جلسه میشه جلسه هفتم تایم هست و 6 جلسه دیگه اصطلاحا داریم غیر از این جلسه و میتونیم CSS رو کامل بررسی بکنیم و JavaScript jQuery هم همینطور، حالا ایشالا بوتستارپ رو هم همینطور بیایم بررسی بکنیم. خب سوال اگه دارید بپرسید، ندارید که